requires that we do not. نیکیلی، رژیم ایران باید به دخالت‌هایش در یمن پایان دهد. دستیار وزیر دفاع آمریکا، رژیم ایران به فعالیت‌های شرورانه‌اش ادامه می‌دهد. Iran support of the Houthi rebels and the intervention of Saudi. سناتور باب کورکر، پشتیبانی رژیم ایران از شبه نظامیان حوثی بسیار ویرانگر بوده است. با سلام به بینندگان عزیز، توجه شما رو به اخبار این ساعتی در یک نگاه جلب می‌کنیم. در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیکیلی نماینده آمریکا گفت صلح در یمن تا زمانی که رژیم ایران به دخالتش در این کشور پایان ندهد و دست از رساندن سلاح برای شبه نظامیان حوثی بر ندارد، محقق نخواهد شد. نیکیلی افزود رژیم ایران و شبه نظامیان باید جدیت ما را درباره فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و ناامن کننده ایشان درک کنند. اینکه ما دنبال صلح هستیم به این معنی نیست که نسبت به رفتار آنها بی توجه هستیم، زیرا رفتارشان این جنگ را بدتر کرده است. رابرت کارم، دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور امنیت بین المللی، در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا گفت یک راه حل سیاسی برای جنگ یمن هرج و مرجی که رژیم ایران از آن سوء استفاده کرده تا برنامه شرورانه خود را پیش ببرد کاهش خواهد داد. یمن تبدیل به یک زمین آزمایش برای فعالیت‌های شرورانه رژیم ایران شده است. رژیم ایران از ادامه جنگ بهره می‌برد. آنها به جنگ سوخت رسانی می‌کنند، همانطور که در سوریه و نقاط دیگر سوخت رسانی می‌کنند. جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که به بررسی موضوع یمن اختصاص داشت، روز سه‌شنبه برگزار شد. سناتور باب کورکر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت Iran support of the Houthi rebels and the intervention of Saudi-led forces to restore Yemen's deposed government, which began in March of 2015, have been particularly devastating. پشتیبانی رژیم ایران از شبه نظامیان حوثی بسیار ویرانگر بوده است. سناتور رابرت منندز گفت اثرانگشت رژیم ایران در همه فعالیت‌های تروریستی شبه نظامیان حوثی یمن دیده می‌شود. Iranian fingerprints are all over the escalation in the Houthi illicit terrorist activities. Iran's support, its provision of sophisticated weaponry to the Houthis, both exacerbates this conflict and its attendant suffering, and advances Iran's regional ambitions. همچنین سفیر ساترفیلد گفت حمایت رژیم ایران و فراهم کردن تسلیحات پیچیده برای شبه نظامیان حوثی هم این جنگ و درد و رنج مردم را تشدید می کند و هم جاه طلبی های منطقه رژیم ایران را پیش می برد. روز سه‌شنبه عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی 16 اجلاس سرمایه‌گذاری مرکز ملل متحد برای مبارزه با تروریسم را افتتاح کرد. این اجلاس با حضور دبیر کل سازمان ملل متحد در عربستان شروع به کار کرد. آنتونیو گوترز طی سخنانی گفت با افزایش منازعات، حملات تروریستی و بی‌ثباتی در منطقه گسترش یافته است. به همین دلیل من مرکز جهانی مبارزه با تروریسم سازمان ملل را ایجاد کردم. ان يصبح هذا المركز مؤسسة عالمية والكثير من ممثلي دول العالم وبالتحديد من عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در یک کنفرانس مطبوعاتی با دبیر کل سازمان ملل متحد گفت حمایت رژیم ایران از شبه نظامیان حوثی باعث از بین رفتن راه حل سیاسی شده است. شبه نظامیان حوثی به دلیل گستاخی و مداخلات رژیم ایران مانع روند سیاسی می شوند. عادل جبیر در مورد سوریه نیز گفت پیشنهادی برای اعزام نیروهای نظامی از جانب ائتلاف اسلامی برای جنگ علیه تروریسم در سوریه مطرح کردیم. آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل در این کنفرانس مطبوعاتی سربازگیری از کودکان توسط شبه نظامیان حوثی را محکوم کرد و آن را نقض قانون بین المللی دانست. با تشکر از همراهی شما با این بخش اخبار در یک نگاه، توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنیم. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.